مناظره دوم کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران بنا بود درباره فرهنگ، اجتماع و سیاست باشد. در این گستره بسیاری از مسائل می گنجید که نه صدا و سیما آنها را طرح کرد نه کاندیداها مطرح کردند. چه مسائلی در مناظره غایب بود یا به آنها جواب داده نشد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه ایران. جلسه بی رمق، صحبت‌های بی هیجان، تلاش برای نشان دادن تفاوت‌هایی که به نظر مخاطبان بسیاری اندک است. تلاش برای جلب نظر زنان، کلماتی درباره ترک‌ها، حرف‌هایی برای اقلیت‌های قومی و مذهبی، مطرح کردن کولبران، صحبت از فقر، از سیاست خارجه، چند جمله درباره کرونا، ازدواج جوانان، جمعیت و و و همه و همه در کمتر از 4 ساعت با حضور 7 نامزد که به شیوه برگزاری مناظره هم انتقاد داشتند. انتقادی که بسیاری از مردم هم به این شیوه از مناظره وارد می‌کنند. به نظر می‌رسد تمام تلاش برگزار کنندگان این مناظره این بوده که شرایطی برای بگو مگوی نامزدان فراهم نشود. حتی در طرح سوالات هم به نظر می‌رسید هدف اصلی هرچه آرام‌تر برگزار کردن مناظره است. برای صحبت 3 مهمان داریم. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار از پاریس با ماست. سعید مدنی، جامعه شناس از تهران. و ابوالحسن مختابات، روزنامه‌نگار فرهنگی از سان فرانسیسکو. خوش آمد میگم به هر 3 نفر. من میخوام خیلی کوتاه به شیوه همین مناظره که 1-2 دقیقه از هر کدوم از شما آقایون بخوام که نظرتون رو بگین در مورد اونچه که در این مناظره دیدید. آقای مدنی، از شما شروع میکنم. خب من با جنبندی شما موافقم. یک مناظره سرد و بی‌نمق با روش کاملا محافظه‌کارانه و کنترل شده و ارائه دیدگاه‌های نازل، تکراری و شعاری، فاقد کمترین اشاره‌ای به برنامه یا علت‌شناسی عمیق از مسائلی که در واقع مطرح شد و بدون اینکه اشاره بشه به علل اساسی وضعیتی که تصویر شد در تبعیض، فقر، فساد، عدم شایسته سالاری و هر چیز سیاهی که میتونه در یک نظام حکمرانی وجود داشته باشه و عدم بازیابی اون و وعده دادن به این که با اومدن یک نفر میتونه همه مسائل حل بشه. آقای اکبرین، در حوزه سیاست چطور؟ سلام. به نظر میرسه که تمام اون بحثایی که توی این مناظره غایب بود و دربارش صحبت نشد به همون دلیلی غایب بود و دربارش صحبت نشد که اون نامزدهایی که میبایست مثلا تو این انتخابات صلاحیتشون تایید میشد غایب بودن و حضور نداشتن. اونا چرا حضور نداشتن؟ به دلیل اینکه ممکن بود وارد حوزه‌هایی بشن یا نقشی رو بخوان ایفا بکنن که با سیاست‌های کلی نظام که زیر نظر رهبری انجام میشه سازگار نباشه. به همون علت که اونا رو رد صلاحیت کردن که نباشن، اون بحثایی که ممکن بود با سیاست‌های کلی نظام و خواست رهبری سازگار نباشه اصلا مطرح نشد که بعداً بخوان دردسر داشته باشن و جمعش بکنن. آقای مختار، نظر شما چیه؟ میدونیم که در دوره‌های پیشین به خصوص در 2-3 دوره اخیر خیلی از ستاره‌های سینما، در کسانی که در بخش فرهنگ فعال هستند، در حوزه انتخابات وارد می‌شدن. این دوره خیلی ساکتن. چرا؟ با سلام به شما خانم غازی‌زاده و همچنین آقای دکتر مدنی و آقای اکبرین، من فکر کنم به خاطر اینکه عملا دیگه مرجعیت به اصطلاح هنرمندان به خاطر اینکه اونا تقریبا مایوس شدن هم از اصطلاح تحولات فرهنگی مورد انتظاری که داشتن در دولت آقای روحانی، خیلی از خواسته هاشون برآورده نشد، همچنین در نامزدهایی که میبینن، در حال این نامزدها هیچ کدومشون به نظر من ظرفیت اینکه بخوان اون موانع فرهنگی رو هم به لحاظ معیشتی و اقتصادی و هم از لحاظ ممنوعیت‌هایی که مورد انتظار جامعه، حالا موسیقی، سینما، تئاتر، کتاب و هستش رو بردارن، برای همین هم بعید میدونم که اونا اصلا ورود کنن برای اینکه وارد این فضاها بشن. اصلا برای من جالب بود نظر شما رو بشنوم در مورد اینکه چه تفاوتی میدیدید در صحبت‌های نامزدها این دوره در حوزه فرهنگ و دوره‌های پیشین. مثلا در مورد سانسور ما اصلا نشدیم حتی اشاره‌ای بکنم.
خب اولا اصلا سوالات که طرح نشد، یعنی تقریبا راجع به فرهنگ به معنی این که در حال اگر متولی فرهنگ و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدونیم، متولی اون بخش فرهنگ که نمودهای بیرونی داره، حالا آموزش پرورش و وزارت علوم هم هستن، اما این بخشی که سینما، تئاتر، تجسمی و کتاب هست تقریبا حتی سوال هم مطرح نشد که به اصطلاح بخوایم بگیم مخاطبان جواب بدن. یه سوال کوتاهی، یه اشاره کوتاهی آقای رضایی کردن راجع به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی بی‌خاصیت شده و ایشون نامه خواهد نوشت به مقام رهبری برای اینکه این شورا رو برداره، که طبیعی هستش که اصلا ایشون اون نامش هیچ تأثیری نخواهد داشت، چون اون شورا عملا به نظر من بیشترین تأثیر رو به لحاظ عملیاتی در حوزه فرهنگ داره و خیلی از اون ممنوعیت‌ها و مشکلات ناشی از دخالت‌های همون شورا هستش. حتی اکثر رئیس جمهور میتونه در جلسات به عنوان رئیس شرکت نکنه، تنها کاری که ممکن ازش بر بیاد چون کار دیگه ای برای انحلال شورا اون طور که آقای رضایی قول داد بعیده که بتونه ازش بر بیاد. آقای مدنی، من میخوام جمع‌بندی شما رو بشنوم از صحبت هایی که کاندیداها ها در مورد قومیت ها کردن. به نظر شما این اشاره که به نظر میاد خیلی حالت با عجله در آغاز صحبت ها به مناطق ترک نشین و اینها کردن برای چی بود؟ چرا اینقدر اصرار دارن اینها رو مطرح بکنن؟ اتفاقا شاید نکته جالب این مناظره همین بحث باشه، اینکه تاکید روی اقوام و حقوق اقوام، تفاوت‌های منطقه‌ای، زبان مادری، اهل سنت و گروه‌های محذوف، نابرابری و وضعیت نابسامان در استانهای مرزی که عمدتاً گروه‌های اقوام هستند یا اهل سنت هستند، همه اینها نشون میده که یک ارزیابی وجود داره که در واقع این بخش از جامعه به طور قطعی به اصطلاح خیلی تمایلی به حضور در انتخابات نداره. شاید این گفته مولوی عبدالحمید که تأکید کرده بود که در صورتی که حرف مشخصی راجع به اهل سنت و جایگاه خاصی داده نشه ما شرکت نمی کنیم، همه اینها و ارزیابی که به لحاظ به اصطلاح وضعیت اقتصادی اجتماعی مناطق وجود داره و سطح نارضایتی بالا، همه اینا موجب شده بود که احتمالاً همه این هفت نفر تصور میکردن که شاید بتونن که با دادن وعده هایی که حتی خارج از حیطه وظایف رئیس جمهور هست بتونند که بخشی از رأی این گروه ها رو داشته باشند. به نظرم میرسه که شاید واقعی ترین بخش این مناظره اون چه بود که تصویر میداد از وضعیت موجود و غیر واقعی ترینش راه حل ها و برنامه هایی بود که داده میشد و ناگفته ترین حرفی هم که در این مناظره وجود داشت عدم اشاره به علل بنیادی و اساسی وضعیت که از دید هر هفت نفر به نظر میرسد خیلی سیاهه و نابسامانه و تمام مشخصات یک وضعیت بحرانی رو داره. آقای مهرعلی‌زاده در مناظره اول هم آقای اکبرین اشاراتی به خودش ترک هست، اشاراتی داشت به ترک ها، الان هم باز اشاره کرد، دیدیم آقای رضایی یک کلمه ترکی رو به اشتباه هم گفت که الان واقعا باعث خنده شده در توییتر و این برانور میبینیم که به اون میخندن. آیا رأی ترک ها تأثیر استثنایی داره در این انتخابات یا همیشه اینطور بوده که برای اونها جایگاه ویژه قائل میشدن؟ من یادم هست که در دوره های پیشین هم مثلا سر اینکه آقای کروبی لور هست یا آقای مثلا موسوی ترک هست راجع به اینها صحبت میشد، ولی واقعا اینقدر بزرگ که در مناظره ها به این شکل تر بشه؟ به نظر میرسه که به دلیل اون دامنه اجتماعی که ترک ها در ایران دارن در شهرهای مختلف و نه فقط در یک استان مشخص، برای شماره آرا بسیار مهم باشه، نظر اونها مهم باشه. از طرفی به هر حال ما همسایه ترک داریم، همسایه های ترک داریم که نسبت اینها با اون کشورها در صورتی که ناراضی باشن از وضع موجود و مشارکت نکنن در انتخابات مهمه. در این حال کلن از کاهش آرا میترسند عموما و در خصوص
ترک ها خصوصا. همین الان که ما و شما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و مهمانان بزرگوارتون، ما جزو اقلیتی هستیم که نشستیم مناظره ها رو دیدیم. یعنی اگر اون نظرسنجی ایسپا رو در تهران مبنا قرار بدیم، مناظره اول رو 75% از واجدین شرایط ندیدن. یعنی ما جزو اون اقلیتی هستیم که نشستیم حتی مناظره میبینیم. یعنی بقیه حتی اکثریت واجدین شرایط طبق نظرسنجی ایسپا حتی حوصله دیدن مناظره رو ندارن، چه برسه به این که بخوان دربارش نظر بدن و برن بعدش رأی بدن. بله. آیه مختابات، شما نظرتون در مورد این شیوه برگزاری مناظره چیه؟ چون به نظر میاد سراسیما به شدت مورد انتقاد واقع شده که آقا این چه وضع مناظره برگزار کردن. تو میتونستی مثلا یک سوال مشخص رو از 7 نامزد بپرسی و اونها نظرات و تضارب آراشون مشخص بشه، به این شکل که از هر کسی با قرعه کشی سوال میپرسن، هیچ چیزی از درون این خارج نمیشه که اختلافات نامزدها رو دست کم نشون بده. خب امروز البته همین نکته حتی به قول معروف میگن آش انقدر شور شده صدای خود آشپز رو در آورده، یعنی خود نامزدهای جلسه از جمله آقای یکی از نامزدها آقای جلیلی گفتند، آقای مهرعلی‌زاده گفتند، بله آقای همتی هم گفتند، بله بله اینا اعتراض کردن. خب طبیعی است شما وقتی که مناظره اصلا راجب یه موضوع بینید دو نفر هست عموما و یا راجب یه سوالی که مشترک باشه و دیگران بتونن به اصطلاح در همون لحظه بتونن توانایی خلاقیت و همچنین ظرفیت‌های فکری و اندیشگی خودشون رو در اون حوزه خاص بتونن بروز بدن و بتونن خلق و سائه به طرف مقابل پاسخ بدن. از اون دورانی که به قول معروف مرحوم غزالی بحث مناظرات مطرح کرد تا حتی تو این اشعار خانم پروین اعتصامی که مجموعه ای از مناظرات رو میبینین، از اینکه 50-60 مناظره بین عدس و لوبیا و اینا، این مناظرات رو شما تو برین ببینین، اگه تجربه داشتن به نظر من اون مجموعه ای که دارن چینش این بحث رو به لحاظ نظری از پشت صحنه طراحی میکنن، احتمال داره همه اینا رو دیده باشن و آگاهی هم داشته باشن و شاید تعمدن خواسته باشن به اصطلاح در واقع بحث در نگیره، که مثلا یک چیزی مثل همون نکته‌ای که برفرض در انتخابات قبلی یه نگاه آقای روحانی انتقادی داشت و ازش یک شعار در اومد که من برفرض حقوقدان هستم چیز نیستم، سرهنگ نیستم، به اصطلاح سرهنگ نیستم. این چیزها توی این مناظرات رو در رو در میاد، ولی خب رو در رو چنین چیزی در نمیاد دیگه. اگر شما مناظره رو بخوای با سوالات متفرقه و این گونه به اصطلاح پخش کنی. آیه مدنی، نظر شما در مورد این صحبت‌هایی که کردن در مورد اینکه ما وزیر زن میگذاریم چی هست؟ اشاره کردن در نهایت آقای قاضی‌زاده هاشمی گفت اصلا من کل کابینه رو زن میذارم که میذارم که شماها رو روتون رو کم کنم. به نظر میاد که کلا داستان رو یه جورایی شوخی گرفت آقای قاضی‌زاده هاشمی، ولی چقدر واقعا این قضیه مسئله زنان و ورود اینها به بخش‌های عمده تصمیم گیری کشور مسئله است امروز برای زنان در جامعه ایران که بخواد به این شکل طرح بشه؟ ببینید به نظرم تأکیدات هر 7 نفر مبتنی بود بر اطلاعاتی که و تحلیلایی که از وضعیت امروز جامعه ایران وجود داره. چون مخصوصا تصورم اینه که اغلب یا همه اونها دسترسی دارن به گزارش‌های رسمی توسط منابع در واقع دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی راجع به وضعیت جامعه ایران، و به نظر میرسه که در اغلب این گزارش‌ها وجود یک بصلاح به اعتراض اجتماعی همه جانبه در میان گروه‌های زنان مورد تایید قرار گرفته، و اینکه ظرفیتی که نیم از جامعه ایران زنان دارند میتونه نقش تعیین کننده و اساسی داشته باشه. به عبارت دیگه مطالبات جامعه زنان نه تنها تقویت شده، بلکه تجربه این سالهای اخیر هم نشون داده که یه جنبش پیگیره. به این اعتبار طبیعتاً فکر میکردن که اگر بتونن که با دادن شعارهایی بخشی از این جامعه رو در واقع متقاعد کنند که به اونها رأی بدن، میتونن که رأی قابل توجهی رو کسب کنن. برای همین مسابقه بود در مثلا کاربرد واژه تبعیض جنسیتی، و برای من خارق العاده بود که
برخی از این افراد اشاره میکنن و همین واژه رو به کار میبرن، چون بارها من دیده بودم که بسیاریشون نفی میکردن، نهی میکردن و خطا میدونستن کاربرد مثلا وجود تبعیض جنسیتی رو. علاوه بر اون تاکید روی گروه های زنان به اصطلاح آسیب دیده مثل زنان سرپرست خانوار هم نشون میداد که میدونند که وضعیت زنان سرپرست خانوار در ایران چقدر بحرانیه. در مجموع به نظرم این نشون میداد که در واقع جنبش زنان ایران برای رفع تبعیض و به اصطلاح طرح مطالباتشون در مجموع موفق بوده، اینقدر که تونسته که از جهت گفتمانی لااقل تحت تاثیر قرار بده همه این آقایونی که بخش اغلبشون لااقل هیچ میونه از جهت فکری با مسئله رویکرده فمینیستی و یا تامین حقوق زنان و اصلاح وضعیت موجود نداشت. خیلی کوتاه اگه بگید آقای مدنی، با اینکه این صحبت‌ها رو کردند، آیا اساساً از رئیس جمهور برمیاد که کاری در این زمینه‌ها بکنه؟ مثلا در بحث حجاب اجباری، در بحث‌های مثلا یک مورد رو که اشاره کردن آقای همتی در مورد در واقع همین گشت‌های ارشاد و تکست‌های مربوط به حجاب، اس‌ام‌اس‌های حجاب. آره مطلقاً، یعنی من میخوام بگم که نه تنها در مورد تعداد زنان کابینه، در مورد رفع تبعیض علیه زنان، بلکه حتی در مورد سایر موارد، مثلا رفع تبعیض علیه اقوام، رفع تفاوت‌ها و تبعیض‌های منطقه‌ای، رفع تبعیض علیه سایر مذاهب به ویژه اهل سنت، در واقع اساساً خارج از حوزه و حیطه اختیارات رئیس جمهور، به ویژه در شرایط کنونی که رئیس جمهور در برخی موارد حتی در مورد انتخاب نه وزیر، معاون وزیر هم اختیارات نداره. بنابراین فقط شعارهایی بود و به اصطلاح نکاتی که میتونست رأی آور باشه، ولی به طور قطع آقایون اگر صادق بودن باید میگفتن که کمترین مسئولیتی در قبال اجرای اون نخواهند داشت. جالب است اشاره کردید برای اینکه این بحث ورود اهل سنت به مناصب بالا رو هم مطرح کردن آقای همتی. بحث دیگری که طرح شد و واکنش هم زیاد داشت آقای اکبرین این بود که آقای رئیسی گفت که من مسئولیت هر کاری رو که در این 40 سال در مسند قدرت بودم و کاری به عهده‌ام بوده میپذیرم. بسیاری پرسیدن که آیا او مسئولیت عضویت در هیئت مرگ رو هم میپذیره، آیا در مورد کشته شدگان دهه 60 صحبت میکنه یا نه. واقعا چقدر فضای سیاسی در ایران فراهم هست برای طرح چنین پرسش هایی از کسی که قرار هست در مهمترین مسند بعد از ریاست بعد از رهبری در ایران قرار بگیره؟ اولا که اصلا پاسخگویی درباره 4 دهه حضور ایشون تو قوه قضاییه پیشکش، همین که ایشون الان تو جمع این نامزدها حضور داره، او رئیس قوه قضاییه است و با حفظ سمت داره رقابت میکنه با بقیه، همین بزرگترین بی‌عدالتیه. یعنی اگر رئیس قوه قضاییه رو ما دورترین فرد از منازعات سیاسی و نزدیکترین جایگاه به بیطرفی بدونیم، همین که اونجا نشسته یعنی تهدید بقیه. یعنی الان اگه اونا حرف میزنن آقای مهرعلی زاده گفتن دوره پیش که من آیا به من در واقع امان نامه میدید من یه چیزایی طرح کنم نمیایین دنبالم دفعه بعد؟ بله میخوام بگم که نفس این که ایشون اونجا نشسته عین بی‌عدالتیه. اول همین رو پاسخگو باشن بعد برسیم به 14. نکته ای که وجود داره اینه که توی این 14 یک جاهایی مثل اعدام های دهه 60 یا مشخصا اعدام های 67 که آقای رئیسی عضو هیئت مرگ بود، در اونجا اینها در گذشته دفاع کردن. یعنی منطقشون اینه که بله ما پاسخ میدیم چون مثلا فتوای آقای خمینی رو داشتیم یا دستور آقای خمینی رو داشتیم این کارو کردیم و این پاسخ ماست. مشکل در جایی به وجود میاد که اینا اونم نداشتند، یعنی این مستمسکی که بتونن آویزانش بشن هم نداشتن و دارن دروغ میگن. مثلا ایشون میگه که در دوره من هیچ روزنامه‌ای رسانه‌ای بسته نشد. تو این دوره من رو شما اول توضیح بده، شما 10 سال معاون اول قوه قضاییه بودی، توی اون 10 سال چند تا رسانه توقیف شدن؟ دست کم همین هممیهن و شرق و روزنامه اعتماد ملی رو مگه شما نبستید؟ مگه آقای مرتضوی شما نبست؟ مگه تو
شکنجه کهریزک که خود نظام هم قبولش کرده. مگه با شما مصاحبه نکردن؟ شما الان سرچ کنید هست، آقای رئیسی میگه موضوعاتی از این مهمتر وجود داره. یعنی شکنجه و کشتار آدم تو کهریزک مهم نبوده برایشون، موضوع مهمتر اون بوده که مثلا تسویه حساب کنه با فلان جریان سیاسی که به هر قیمتی باید از انتخابات 88 حذف میشد. میخوام بگم که در مواردی که ایشون ادعا کرده و دروغ هم گفته در ادعاش، ایشون پاسخگو نیست، چه برسه به مواردی که از سر خودش باز میکنه میگه مثلا رهبر وقت به من دستور داده بود. آقای مختوات، با توجه به اینکه به نظر میاد که کاندیداها علاقه زیادی دارن به جذب جوانان، صحبتهایی هم میکنن که برای خیلی از ماها جالب هست شنیدنش از زبان یه همچین آدمایی، مثلا آقای رئیسی در مورد گیمرها و یک صحبتهای اینچنینی در مناظره اول صحبت کرد، در این مناظره آقای همتی صحبت کی‌پاپ کرد. شاید خیلی از مخاطبان ما هم ندونن اصلا کی‌پاپ چیه، در واقع پاپ کره جنوبی، چیزی که الان موسیقی هست که خیلی از جوونا در خیلی جای دنیا ممکنه بهش علاقمند باشن، که آقای همتی انتقاد کرد که رپ خودمون رو اجازه نمیدیم و این کی‌پاپ الان باب شده. به نظر شما اساسا چرا این صحبت ها طرح میشه در حالتی که به هر حال روشن هست که تصمیمات فرهنگی و تصمیمات اینچنینی خیلی وقتها از دست این آقایون، از دست رؤسای جمهور، از دست کسانی که تصمیمات اجرایی میگیرن خارج هست؟ چرا خودشون رو به نوعی در معرض انتقادهای گسترده در این زمینه قرار میدن وقتی میدونن که مردم هم در جریانن که اونها کاری نیستن برای چنین تصمیماتی؟ من پیش از این که به این موضوع بپردازم میخوام اصلا یه نکته بنیادی تری رو مطرح کنم. یعنی شما بخشی از فرهنگ اخلاقه، اخلاق اینه که شما با مخاطبت صادق باشی، یعنی اون کارهایی رو که نمیتونی انجام بدی بیا اینجا دقیقا بگی این حیطه اختیارات منه، من این کارها رو میتونم انجام بدم یا این کارها رو نمیتونم انجام بدم. متاسفانه در این به اصطلاح مناظرات دوستان، این به اصطلاح نامزدهای ریاست جمهوری وعده هایی میدن که تقریبا جامعه ای که الان جامعه الیت هست، یعنی همین مجموعه ای که آقای اکبرین اشاره کردن، همون به اصطلاح نظرسنجی ایسپا که نزدیک 75% مردم که نمیبینن، ماها که در حال علاقه داریم، حالا شغلمون هست، به نوعی پیگیر هستیم این مباحث و مناظرات پیگیری میکنیم که داریم میبینیم، طبیعی است که بک‌گراند فرهنگی کشور خب میدونیم دیگه، میدونیم که در حال چه کسی چه توانایی هایی داره، ظرفیت هایی داره، قانون اساسی چی گفته، چه مقدار از این قانون در واقع داره اجرا میشه، آزادی بیان کجاهاش داره تهدید میشه، آزادی مطبوعات، حتی قوانینی که خودشون نوشتن، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، الان چه روزنامه نگاری به اصطلاح دسترسی داره که بتونه آزادانه نهادهایی رو که از بودجه های عمومی دارن استفاده میکنن نقد کنه و بتونه اونا رو بر روزن رسانه بیفکنه. حالا این بخش رو بگیریم کنار، یعنی میخوام بگم این بخشی که به لحاظ فرهنگی ماجرا هم اینا اخلاق و درستی و صداقت با مخاطبان رو این نامزدها به نظر من ندارن. و حالا جدای از اون بخش پایین تر که شما میبینید که بخش مهمی از فرهنگ اگر به تولیدات در واقع حوزه فرهنگ اختصاص پیدا بکنه، تقریبا راجع به اون به اصطلاح در این نشست ما چیزی ندیدیم. هیچی حالا دقیقاً حق با شماست، چیزی اصلا اشاره نشده این موضوع. آقای همتی اشاره کرد به استاد شجریان، و استاد شجریان شما الان میدونید که همچنان مشکل داره، خیلی از کارهاش ربناش رو پخش نکردن و خیلی مسائل دیگه. آقای ناظری همین هفته گذشته کنسرت داشتن، کنسرتش با مثلا ممنوعیت نمایش سازها نشون داده شد به اصطلاح، یعنی اعتراض کردن. هیچ کدوم از این مسائلی که مسائل اصلی اون طیفی از فرهنگ هست، موسیقی، سینما، تئاتر، کتاب، شما کتاب الان ببینیم ما به قدری دوگانگی در حوزه برخورد با کتاب داریم. ما میبینیم کتاب مثنوی آقای سروش که به اصطلاح نسخه تصحیح آقای سروش هست، مجوز انتشار نداره. بله. یعنی انقدر دوگانگی ها تو حوزه های مختلف فرهنگ زیاد هست که مسائل به اصطلاح مبتلا به هستش که آدم واقعا دیگه نمیدونه کدوم رو روش دست بذاره. متوجهم. نکته مهم این است که اصلا اساسا این چیزها مطرح نشد. اجازه بدید من چون 2-3 دقیقه بیشتر وقت نیست یه سوال آخر رو بکنم از آقای مدنی. آقای مدنی، کرونا، سیاست خارجی، اقتصاد، مهمترین مسائل مبتلا به ایران هست در این روزهایی که درش هستیم. کرونا در مجموع کمتر از 5 دقیقه دربارش در این دو مناظره صحبت شد. فکر می‌کنید چرا اساسا نامزدها در مورد کرونا صحبت نمی‌کنن به اون شکل که باید؟
ولی به نظرم برای اینه که اولا به نظرم به دلیل بحرانی بودن وضعیت کرونا صدا سیما هم و اساسا مدیریت کل انتخابات ترجیح میده که کمتر راجع به اون صحبت بشه، چون یه وجه بزرگ از نارضایتی موجود همین هست، نابسامانی وضعیت واکسیناسیون، تأخیر در مقایسه با حتی کشورهای منطقه و مدیریت بسیار ضعیف کرونا وضعیت رو به غایت نامناسب کرده، بنابراین ترجیح میدن که راجع به اون کمتر صحبت کنن. در مورد سیاست خارجی هم یه وجه دیگه قضیه است که اساسا اگر که این 7 نفر میخواستن وارد بشن، به نوعی باید با مدیریت کلان کشور در واقع تعیین تکلیف میکردن، به نوعی یا سیاست موجود رو تایید میکردن یا در نقد اون قرار میگرفتن. تایید سیاست موجود که یعنی ادامه وضعیت موجود و نقد اون یعنی مقابل سیاست نظام یا مواضع رهبری قرار گرفتن، که طبیعتاً هیچ کدوم از این 7 نفر قرار ندارن و بنا ندارن و اساساً چنین موضعی ندارن که بخوان که مقابل سیاست هایی که نظام داره تعیین میکنه قرار بگیرن. در واقع میشه گفت که حتی توی علت شناسی وضعیت موجود هم اجازه ندارن این 7 نفر که پاشون رو فراتر از دایره برخی اصلاحات مورد نظرشون در درون ساختار قدرت قرار دادن، کمون که آقای رضایی هم بله. به صراحت این رو گفت، یعنی گفت در درون ساخت قدرت، در درون وضعیت موجود من میرم تا تغییرات رو انجام بدم و اصلاحات رو انجام بدم که طبیعتاً به هیچ وجه نمیتونه که پاسخگوی بحران‌های موجود باشه. ممنونم از شما آقای مدنی، آقای اکبرین و آقای مختوات، متشکرم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که بیننده برنامه صفحه 2 بودید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب روزتون خوش.